خب الان دوباره کامنت ها بازه، اگه لطف کنین بگین که تصویر چجوری، الان تصویر من چجوریه، تو من غزالم ادش کنم، ریکوست بدم ببینم بهتر شد کیفیت تصویر. غزال نمیبینم اینجا. غزال جان اگر که خودت اون این رو هستی یه ریکوست بده. آها پیداش کردم. اوکی. میگن پرفکت، صدا تصویر خوب بود. آها خب میگن صدا تصویر خوب بوده از اول، شاید برای تو بعد تو آره شاید الان خوبه، الان پرفکت. آره اوکی. بحث واژه داشتم میگفتم که توی مدرسه و خیلی برای من عجیب بود این، وقتی اون سر اون کلاس اون ترمی که کلاس تروماتولوژی داشتیم، کلاس تراما کرایسیس بود در واقع، تراما بحران، اولین تاپیک ما با داستان سلف کیر شروع شد و حتی بهمون به عنوان مشق پیپر میدادن که بنویسیم که در صورت بحران و کرایسیس ما چه سلف کیر پلانی برای خودمون داریم. و اینقدر به نظر من اولش این داستان مسخره بود، میخندیدم تو دلم که مثلا اینا هم که دیگه دارن اگزاجر میکنن حالا سلف کیر و اینا. الان بعد از 2 سال تقریبا دارم فهمیدم که ای بابا این کمپشن فتیک که در واقع نمیدونم ترم فارسیش دقیقا چی میشه ولی معنیش میشه در واقع خستگیه. آره ترامای خستگی ناشی از همدلی، دقیقا همدردی، دقیقا. و این واژه رو خیلی به کار میبرن توی در زمینه‌ای کسایی که در زمینه همین سلامتی اینا کار میکنن، دکترا، روانشناسا، روانپزشکا، نرسا، همه کسایی که در دارن یه خدمتی به بقیه میکنن ولی در ازاش باید بشینن به ترامای اونا گوش کنن. دقیقا. و رفتم تاریخچه‌شم اینه که داستان از جنگ ویتنام شروع میشه، یه روانپزشک جوانی بوده به اسم دکتر چارلز فیجلی که کسایی که تروما داشتن بعد از سربازایی که تروما داشتن بعد از جنگ ویتنام رو درمان میکرده، روان درمانی میکرده، بعد از یه مدت متوجه میشه که خودش حالش خوب نیست، انگار خودش شروع میکنه یکم سمتومای همین حالتهای تروما داشتن، خستگی و اینکه دیگه انگار اصلا براش هم مهم نیست اونا چی میگن. و این ترم کمپشن فتیگو در واقع این روانپزشک درستش که از سال 95 که بعد وارد درس ها و کورس های روانشناسی هم شد اینجا. من واقعا نمیدونم ایران چجوریه، من ببخشین اگر هی میگم نمیدونم ایران هست، چون واقعا نمیدونم. اگر که کسی اینجا روانشناس روانپزشک داره ما رو نگاه میکنه به ما بگه که واقعا توی مدارس دانشگاه اینو درس میدن یا نه به عنوان یه تاپیک مجزا مستقل. آره مستقل. و این که از کجا میشه فهمیدم خیلی مهمه، که میگن که اولین ساین این که تو دچار کمپشن فتیگ داری میشی اینه که میخوای خودتو قایم کنی، یه دفعه میخوای ببری از همه، ببری خودتو ایزوله کنی و پروتکت کنی دیگه، انگار همه دارن حمله کردن، خودتو از خودت مراقبت کنی، خودتو ببندی برای اینکه احساس میکنی که همه یه چیزی ازت میخوان. و جالب اینه که این ترمو برای ژورنالیست هم استفاده میکنن. و دیروز که من داشتم با بنیازم جا حرف میزدم، ژورنالیست هم برای اینکه بستگی به اینکه در چه زمینه ای کار کنن، اگه کسایی باشن که توی زمینه مثلا همین کاری که من دیروز با بهناز داشتم حرف میزدم وقتی حرف دردای زندگی شد، درد نشست رو من و مثلا من یاد دردای خودم انداخت و تا شب داشتم گریه میکردم.
و این اگه بخواد هر روز اتفاق بیفته، اگه تو توی شغلی داشته باشی که بشینی به حرف مردم هر روز گوش کنی، به تروماهاشون گوش کنی، خودت دوچاره این تروما باشی، بهش میگن secondary trauma stress. vicarious trauma یعنی ترامای غیر مستقیم هست. حالا همه اینا رو من گفتم که بگم که اوکی اینا هست، وقتی که ما میخواییم در این شرایط، در چنین شرایطی از خودمون مراقبت بکنیم که بهش میگیم سلف کیر یا مراقبت از خود، این یعنی چی هستم؟ یعنی باید چی کار بکنیم؟ چون که توی فرهنگ ما اینجوری که هممون میدونیم اگه بگیم که یه نفر بخواد به خودش برسه و مراقب خودش، میگیم من جوادم خودخواهیه، و اون کسی هم که میخواد مراقب خودش باشه احساس خجالت میکنه، احساس شیم میکنه. در صورت که واقعیت اینه که تو اگه پر نباشی، تو از لیوان خالی به کسی چیزی نمیتونی برسونی. حالا من ساکت میشم، میذارم که تو صحبت کنی راجع به این سلف کیر. آره حتما، تو خودت متخصصی، اینقدرم صحبت کرده راجع به این قضیه که با اجازه من کامنت ها رو قطع میکنم بعد دوباره میام سراغتون. خیلی معذرت. یه چیزی که وقتی راجع به تو حرفمون هم با هم دیگه اینو گفتیم و الانم تو مطرح کردی که وقتی میگیم که مراقبت از خود، من همیشه تو ذهنم این تصویر رو دارم که هر کسی یه کاسه ای داره که این کاسه باید پر بمونه و از لبریزش ما به آدمای دیگه بدیم، به خاطر اینکه وقتی که این کاسه به تهش میرسه، اون وقتی که اسمشو میذاریم برن اوت، اسمشو میذاریم کامپشن فتیگ، اسمشو میذاریم vicariously traumatized، خیلی اسمای مختلف داره ولی تهش همش اینه که ما تو فارسی میگیم کاسمون خالیه، کاسه آدم خالی شده، انرژیم تموم شده، این همون داستانه. و همونطور هم که گفتی فرهنگ ما خیلی توصیه داره به این که بدیم، ببخشیم، مهربان باشیم. و حالا نه تنها فرهنگ ما، الان این روزا من خیلی اینو میشنوم که به آدم توصیه میشه که راهی که میتونین با این شرایط الان مقابله بکنین اینه که مهربان باشین، بخشنده باشین، به دیگران لطف بکنین. خب این یه چیزاییه که خب ما میشنویم و فرهنگمون هم به همون گفته و آدم هم من معتقدم که، و خیلی آدم هایی که از من خیلی بیشتر میدونن هم معتقدن که ما در نفسمون خوبه، نفسمون دهنده است، میخوایم که بدیم، میخوایم که جنرس باشیم. خب حالا همه اینا یه طرف، اینکه یه زمانی انرژی تموم میشه و خسته میشیم یه طرف. من فکر میکنم که یه سری نشونه داره. یه زمانی من تو بیمارستان روانی کار میکردم با مریضایی که روی بهشون اینجا میگن که وقتی که به یه شرایطی میرسن که میخوان خودشونو از بین ببرن آدم ها، یا از نظر روانی به مرحله میرسن که میخوان یه نفر دیگه نه اصلا میخوان سویسایدال میشن، میخوان سویسایدال میشن. آره، یا اینکه خطرناکن برای آدمای اطرافشون، یا اینکه به یه مرحله روانی میرسن که اصلا نمیتونن، انقدر بیمارشون زیاد میشه که از خودشون نمیتونن مراقبت بکنن، میان توی بیمارستانا و روی یه مثل حالت بهش میگن لیگال هولد، من نمیدونم هولد چی ترجمه میشه، که اینا بعد 72 ساعت توی اون بیمارستان. ما هر روزی مشکل داریم با این کلمه های مثلا اشکال نداره انگلیسیش استفاده کنیم چه لیگال هولد. فقط توضیح بده لیگال هولد چیه، بعد یه مثالی بزن که هر کسی بتونه باش ارتباط برقرار کنه تو زندگی روزمره بزن. آره، این کلمه‌ایه که اینجا یاد گرفتیم و هیچ وقت چیز نشده که بخوای معادلش رو پیدا کنی. میگن هولدینه که اینا رو میذارن روی، میگن 72 ساعت هیچ تماسی، مثل حالت زندان کردن آدم، ولی به دلیل یه مسئله روانی اینا رو قرار میدن توی بیمارستان روانی و میگن که تماسی نباید داشته باشن، دائم باید تحت نظر دکتر باشن، دارو باید مصرف بکنن و تقریبا تمام حق و حقوق، یه مقداری از حق و حقوق شهروندیشون رو از دست میدن و مثل این بازداشته، ولی نه بازداشتی که بخوان تنبیه کنن به خاطر خودشونه، ولی از نظر یعنی قانون میگه که باید این کارو بکنه، قانونن باید این کارو بکنن. آره.
حالا نکته که گفتم این بود که آدم هایی که با این آدم ها کار میکنن میتونی تصور بکنی که چقدر فشار روشونه. اینا دیگه بیشترین حد مشکلات روانی رو باش مواجه میشن. و این مسئله کامپشن فتی که تو گفتی توی آدم هایی که کار میکردن، کارمندای بیمارستان، خیلی رایج بود. و مدلی که میتونستی بفهمی که این آدم ها درگیر کامپشن فتیک شدن این بود که بی اهمیت میشدن، برشون فرقی نمیکرد دیگه اینا چشون، آره تأثیری دیگه نداشت روشون، ناراحت نمیشدن کم کم. تا یه حدی لازمه که آدم بتونه خودش رو پروتکت بکنه، ولی کم کم ربات میشدن انگار این آدم ها. کم کم احساساتشون از دست میدادن و اون موقع بود که میفهمیدی که وضعیت خیلی خیلی خرابه. یکی از علائم کامپشن فتی که من خیلی باش آشنایی دارم اینه که غم آدم ها رو تأثیر نذاره، ولی دیگه نذاره، یعنی به یه جایی برسی که دیگه بگی برام مهم نیست دیگه. آره. که خوب نیست توی کار ما، توی شغل ما خوب نیست اصلا. ولی جالبه که توی کار ما همون غم آدم ها هم خیلی آسیب میزنه به آدم. بنابراین باید یه وسطی رو پیدا بکنیم، یه جای بالانسی رو پیدا بکنیم، تعادل پیدا کنیم. این وسط دقیقاً. خب این تعادلی که داری میگی به خصوص توی فرهنگ ما خیلی سخته، به خصوص مثلا از بچگی به ما یاد دادن که یه جورایی مثلا باوندری نذاریم، محدودیتی نذاریم برای بقیه. مثلا بهمون یاد دادن که مهمون وقتی میاد، مهمون حبیب خداست، برای همین هر کاری با تو بکنه تو باید بگی چشم، ازش پذیرایی کنی. و هیچ به ما یاد ندادن که نه، میتونی خودت هم از خودت هم مراقبت کنی، یه باوندری، یه لیمیتی بذاری برای اینا. این سرکوب ما یاد گرفتیم. خب چجوری میشه؟ چجوری میشه اینو درستش کنیم؟ خیلی راحت. باور نمی کنم. برای که کلی تز و کتاب و فیلم های ناراجبش نوشتن، پس معلومه که راحت نیست. دقیقا خیلی کار سختیه. همونطور که گفتی، منم وقتی که مدرسه رو شروع کردم اولین چیزی که شنیدم سلف کیر بود. بعد هر سال برای کار مختلف که اپلای میکردم یکی از سوال اینترویو این بود که خب سلف کیر چیه؟ بعد یه لیست درست کرده بودم برای خودم، مدیتیشن، ورزش، پرتقال. دقیقا. نمیدونم به پوستم میرسم، ناخونامو میرم درست میکنم، همه این چیزا. یعنی چیزایی که در واقع تمام مربوط میشده به بیرون تو. آره. چیزایی که از بیرون میومده. خیلی نکته خوبی رو گفتی. آره. درونیه. آره کم کم هی فکر کردم که خب من این حرفا رو میزنم ولی هیچ کدومش هیچ فایده ای نداشته، هیچ کمکی به من نکرده و من اصلا نمیکنم اون کارو. مراقبه میکنم، نه ورزش میکنم، نه ناخونامو میرم درست میکنم، نه به پوستم میرسم. و خب یه سری چیزاش هزینه بره، یه سری چیزاش وقت میبره و خب این کار رو انجام نمیدم. و کم کم شاید الان مثلا تازه وارد مرحله این شد، تازه وارد اون کار سلف کیر شدم، تازه یاد گرفتم که اصلا سلف کیر چی هست. و همونطور که تو گفتی خیلی به درون آدم برمیگرده و خیلی به آگاهی آدم نسبت به درون خودش برمیگرده، اینکه تو بدونی که در درونت چی میگذره. همه ما ها در طول روز ما موجودات احساساتی هستیم، با هزار تا احساس داریم مواجه میشیم و آگاهیمون نسبت به این احساسات به طور متوسط نزدیک به صفر. خیلی خیلی آگاهی کمی داریم چون هیچ وقت یاد نگرفتیم که آگاه باشیم. من الان که دقت میکنم میبینم، دیدم یکی یه نفر سوال کرده بود استراب. دقیقا میخواستم بگم دقیقا. این همین که میدونه استراب داره، همین که این دوستمون میدونن که استراب دارن، یه قدم خیلی خیلی بزرگه که تو بتونی اسم بذاری رو اون حالتی که داری. من خودم تا سالها استراب داشتم، نمیدونستم اصلا اسمش استرابه. دقیقاً. و یه موقع استراب مثلا ما به این میشناسیم که استراب موقع امتحان، استراب موقع مصاحبه، اون استراب هست ولی اون استراب خیلی زیاده. خیلی از ماها
در طول روز همینطوریه، استراب لوکیه خیلی ضعیفی داریم که در درونمون همینجوری در جریانه و اصلا متوجه نیستیم، اصلا حواسمون بهش نیست، ولی تاثیر میذاره رو رفتارامون، تاثیر میذاره رو فکرامون، استرابمون رو از خودمون در میاریم میذاریم توی یه نفر مقابل. اینو اینجا یه زعیه دیگه داستان تعریف کنم با اجازت. اینو که میگه تعریف میذاریم دقیقا همین هفته بعد از این داستان من یه سری پیپر رو اینا هم داشتم که با ددلاین و خیلی خیلی سنگین بود، سختم بود که با خودم راجبش حرف زدم و انقدر یه روز صبح شدم انقدر استراب داشتم سر این، ولی اصلا نمیخواستم با خودم بگم که من الان حل این پیپر رو دارم. طبق معمول که هر روز زنگ میزنم به مامانم حالشو میپرسم، فیس تایم میکنم اینا، زنگ زدم بعد واقعا فکر نمیکنم 20 ثانیه هم شد حرف زد، گفتم به نظر من تو این روزا خیلی عصبی هستی. بعد گفتش که نه، گفتم چرا تو پیجتو بستن؟ بعد من میفهمم دیگه، من میفهمم تو عصبی هستی. یعنی گفت نه شاید تو حالت بده. میگم نه من حالم بد نیست. و دقیقا همین حالتی بود، انقدر خودم حالم بد بود داشتم پروژکت میکردم رو اون بیچاره و بعد متوجه شدم، مامان ببخشید، بعد متوجه شدم که نه دقیقا همین استراب داشتم پروژکت میکردم. این کارا هممون میکنیم، نه داد میزنیم چرا داد میزنی؟ دقیقاً مخصوصاً با پدر مادرامون خیلی این کار میکنیم. من واقعا معذرت میخوام از پدر مادرم همین کار که نگرانی ها و استرابا و ضعفامون رو توی اون طرف میبینیم و خب همین باعث استراب بیشتر میشه، باعث اختلاف بیشتر میشه، عذاب وجدان خودش اصلا یه دلیل برن‌اوت رو نمیدونم، این حس گیلت و حس عذاب وجدانی که دائم با ما هست که مادرام فکر کنم خیلی دارن. آره کسی که میخوان کمک بکنن و مؤثر باشن توی اجتماع خیلی زیاد دارن اینو. حالا به هر حال این که اینا همیشه با ما هست در طول روز و خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم. توجه کردنم این نیست که من این حرف رو نمیزنم که یه چیه کاری به کارهای روزمره آدم ها اضافه بشه یا این احساس بهشون داده بشه که ای وای من بنز کافی نمیکنم، من بنز کافی خوب نیستم، من آگاهی اصلا ندارم، چون این خودش دوباره عذاب وجدان ایجاد میکنه. ولی اینکه کم کم شروع بکنیم یاد بگیریم که خودمون رو بشناسیم، یاد بگیریم که بفهمیم داستان چیه، یاد بگیریم که با احساساتمون ارتباط برقرار بکنیم، بهشون اسم بدیم. وقتی میبینیم یه حسی داریم که ممکنه خیلی هم احساس ناراحتی بکنیم ولی نمیدونیم چیه دقیقا، روش فکر بکنیم ببینیم که خب این اسمش چیه، ناراحتی، غم، استراب، شرم، اینا هر کدومشون اسم دارن. ما حتی به بچه ها، من خب با بچه ها همونطور که میدونی خیلی کار میکنم، به بچه ها یاد میدیم که کلمه رو به احساسشون وصل بکنن. حالا توی نقاشی یا توی بازی کم کم یاد بگیرن که به اون احساس یه کلمه بدن. همه اینا دوتا چیز رو به فکر من میندازه، یکی تراپیه، کار با روانشناس که اینکه بری حتما تراپی، و یکی دیگه هم سکوته. دوباره وقتی که میگیم سکوت، وقتی میگیم مراقب آدم ها، میگن ای وای من بعد روزی مثلا 5 ساعت بشینم اینجوری سکوت بکنم مراقبه بکنم، این نیست. اینکه یه زمانهای آدم اختصاص بده در طول روزش که شاید همه الان بتونیم بکنیم، دو تا پاتو بذاری کف زمین، احساس بکنی که من اینجام، ثابتم، و بعد دو تا نفس عمیق بکشی و سعی بکنی که برگردی به درون خودت، یه نگاهی بکنی، یه لحظه، فقط شاید 10 ثانیه، یه توقفی بکنی در طول روز، یه دقیقه چیزو بدیم من برم بر چیکار بکنی؟ من پامو دارم زمین، من هیچ وقت دو تا پام رو زمین نیست. این حس ریشه به آدم، مثل درخت که یه ریشه قوی داره توی زمین، اینجا به کلمه یه به آرامش و اسم واقعا نمیدونم groundedness میگن، to feel grounded، که
منو یاده، نمیدونم ریشه کلمه ایش از زمین میاد یا نه، ولی منو یاده ground زمین میندازه، یعنی که وصلی به یه جای قوی. و خب زمین گیر نیست، زمین برعکسه، احساس برعکس زمین، آرامش سکون داشته باشه، سکون داشته باشه، سکون نه. وقتی میگی مراقبه، این کلمه مراقبه و مراقبت با هم ربط داره؟ یعنی مراقبه از مراقبت میاد؟ نمیدونم، خیلی مشتاقم که بدونم، ولی مهم اینه که ما رو به یاد مراقبت میندازه دیگه. آره میدونی، یاد این میفتیم که از خودمون مراقبت بکنیم. شاید، نمیدونم واقعا. مراقبه یه چیزیه که توی فکر میکنم با تصوف خیلی عجینه و توی تصوف خیلی مطرح میشه و اونم هدفش همینه که به ما این احساس سکون و حضور بده. این ذهن ما همیشه در حال پروازه. توی بودایی، توی منش بودایی بهش میگن مانکی مایند، یعنی ذهن میمونی، ذهنی که همیشه از این درخت به اون درخت داره، از این موضوع به اون موضوع داره میپره و ما با این متولد میشیم، با این خاصیت. حالا خیلی تمرین لازمه که یاد بگیریم که چجوری این مانکی رو، این موجودی که همش دوست داره از این موضوع بپره، خیلی سخته. ببین اتفاقا یه چیزای دیگه که مثلا داریم راجع به نشستن و مراقبه، نمیدونم کی بود، از یه نفری که از همین استادا داشتم میشنیدم که مواظب باشین، برای همه مدیتیشن و مراقبه خوب نیست، بعضی براشون تروماهاشون میاد بالا. دقیقا. اگه کسی نتونه، واقعا نتونه این کارو بکنه، نتونه بشینه با خودش، چه راه دیگه هست؟ مرسی که اینو گفتی. منم خیلی قبول دارم که مدیتیشن برای هر کسی نیست و خیلی موقع سخت استراب آوره، بخاطر اینکه فکر می‌کنی درست انجام نمیدی. این حرفی که من میزنم بیشتر راجع به اینه که در طول روز تمرین بکنیم که توجهمون رو به اون کاری که داریم میکنیم جلب بکنیم. این مایندفولنس بیشتر، ذهن بیشتر داستان مایندفولنس. آره، اینکه اختیار ذهن خودمون رو به دست بگیریم، به جای اینکه ذهنمون ما رو با خودش به این ور اون ور بکشونه، ما ذهنمون رو به این ور اون ور بکشونیم. و خیلی موقع ها این میتونه فکر کردن باشه. تو میخوای فکر کنی که یه کتاب بنویسی، تو میخوای فکر بکنی که یه پروژه رو انجام بدی، بنابراین تصمیم میگیری که فکر بکنی. زبان خیلی ساده اینه که ذهنت در اختیار تو باشه و تو در اختیار ذهنت نباشی. خیلی موقع ها میبینیم که رانندگی کردیم از یه نقطه به یه نقطه دیگه، اصلا یادمون نمیاد کجا بودیم. خب ببین چقدر خطرناکه، چقدر این فکر هی ما رو بالا و پایین میکنه. بعد دوباره مثلا حالا میرسیم خونه دوست عزیزمون، اون حس حال و حس خرابه و یه حرفی هم میزنیم که اونم ناراحت میشه و روزمون خراب میشه. اگر که این در تحت کنترل ما باشه و انقدر باهاش بالا و پایین نریم، خب این خیلی کمک میکنه. خیلی مطلب هست در مورد مایندفولنس. مایندفولنس خودش یه بحث خیلی وسیعه. قبل از اینکه برسیم به اون مطالب اساسی مایندفولنس، از نظر پرکتیکال روزانه چی دیگه سلف کر محسوب میشه؟ چون به قول خودت مثلا وقتی آدم میره میری دکتر، مثلا میری دکتر میگه که وقتی دکتر معمولا اینجوریه، یا به یکی میگه که مثلا من حالم اینجوریه، اینجا برو یه سفر خوب میشی، برو یه نمیدونم برو راه برو خوب میشی، هیچ کس واقعا اون حالت آدم متوجه نمیشه. و یه چیز دیگه ببخشید که میخواستم حتما بگم، یکی از چیزهای دیگه که اینجا خود میدونیم تاکید میکنن بر ما، اولا اینجا تراپیست و باید تراپیست داشته باشن و یکی از اولین چیزهایی که میگن وقتی میرین که میخواییم به روانکاو بریم ببینین که میتونین باهاش کار کنین، خوشتون میاد از اون روانکاو یا نه، از سوال شما هم باید با روانکاوتون اینترویو کنین دیگه، شما هم باید یه سوالایی ازش بکنین، تکنیکش چیه، چه برنامه‌ای داره براتون. ولی یکی از سوالای خیلی مهم اینه که آیا شما خودتون برای سلف کیر چی کار میکنین و آیا شما خودتون تراپیست دارین یا نه. اگر تراپیست شما تراپیست نداره، نرین پیشش. دقیقاً. به همین خیلی یکم
وحشتناکه این چیزی که دارم میگم، ولی تراپیست شما، روانکاو شما اگه تراپیست نداشته باشه، مطمئنا یا اینکه رسیده به اون حالتی که دیگه اصلا کر نمیکنه، یا اینکه احتمالا به اونجا میرسه. دقیقاً. ببخشید اینم یه پرانتز بود. نه خیلی نکته مهمیه. من سعی میکنم که خیلی خب وقتی که میگی تراپی، خیلی از آدم ها ریاکشن دارن، بعضی از آدم ها ریاکشن دارن، میگن که مثلا مگه من دیوونم که پاشم برم تراپی. یا این دیگه خیلی قدیمیه، هنوزم میگن. آره خیلی زیاد، خیلی زیاد. همچنان من اینو میشنوم که من که مشکل خاصی ندارم که. بعد خب مثلا خیلی فکر میکنم با یک کتاب خوندن یا مثلا با درد و دل کردن با دوستاشون، اینا البته لازم هست، اینا جزء سلف‌کر حساب میشه. آره تراپی محسوب نمیشه. مثلا کتاب های سلف دیولوپمنت و سلف هلپ و اینا، اینا بازم سلف کره، ولی اون دقیقاً جای اون تراپی رو نمیگیره به هیچ وجه. ما هممون احتیاج داریم که اگر که مثلا مریض جسمی میشیم با یه متخصص صحبت بکنیم که توی زمینه روانشناسی به ما از نظر عاطفی هم وابستگی نداره. یعنی شما میتونی با دوستت حرف بزنی، ما خودمون خیلی، من فکر میکنم صحبتامون سلف کیر، به هم دیگه آرامش میدیم، ولی نهایتا تراپیست هم دیگه نیستیم، به خاطر اینکه تو احتیاج داری که اون شخص از یه دید بیرونی بتونه به تو نگاه بکنه. اگر که احساساتی یا زندگیش به تو وصل باشه، ممکنه که توی این رابطه اون مسائلی که باید حل بشه حل نشه، ممکنه تو نتونی درست باهاش صحبت بکنی، ممکنه که حرفی بزنه که 100% به خاطر تو نباشه. بنابراین مخصوصا کسایی که توی این فیلد هستن احتیاج دارن که خودشون توی تراپی باشن، خودشون با یه نفری کار بکنن که بتونه بهشون کمک بکنه به همون شناخت برسی دیگه. چون ما فروید یه تئوری داره راجبه سایکی آدم، راجبه روان آدم، که مثلا یه انقدر خیلی کوچولویی کانشسنسه که ما میبینیمش و میدونیم داستان درونمون چیه، و مثلا یه قسمت خیلی خیلی زیادیش آن کانشسه که اون پایینه. خیلی انتقاد هست به تئوری ناخودآگاه، ولی این حرف من خیلی قبول دارم که خب یه قسمت خیلی عظیمی از روانمون رو ازش بیخبریم و این یه جاهایی ما رو این بر اون بر میکشونه و یه جاهایی شروع میکنه فریاد زدن، شروع میکنه مثل یه بچه ای اتیان کردن. آره. بنابراین حتما باید این تحت کنترل باشه، حتما باید درمان. حالا درمان این داستان درمان و تراپی رفته، من پس یکی از رکنای اصلی سلف کر مراقبت از خود هست دیگه. چی ببخشید اینا می‌خواستم بگم. ببین مثلا قبل از الان تو دوران قرنطینه این دیگه، قبل از این دوران من خودم اتفاقا یه پستم گذاشتم، وقتی می‌خواستم بگم که تو داری میای، یه پست یه عکسی از خودمون گذاشتم که نشسته بودیم با هم داشتیم درس می‌خوندیم و شما هر کی سرش تو کار خودش. برای من یکی از سلف کرام همیشه قبل از دوران قرنطینه این بود که وقتی دلم می‌خواست که یه حالم بهتر بشه، فضای خوب داشته باشم، برم با پیش دوستایی که اینو می‌فهمن، درک می‌کنن، و تو و دوستای دیگه که مشترک داریم، همه این فضا رو همیشه برای هم ایجاد میکنیم، همیشه پشت هم هستیم در این داستان. خب الان توی دوران قرنطینه که نمیشه این کار کرد، الان باید چی کار کرد؟ چون الان با اینکه اسمش اینه که ما تو خونه ایم و ریلکسیم و اینا، من فکر میکنم استرابا خیلی بیشتر شده، خوابا بد شده، استرابا بیشتر شده، نمیدونم کابوسا زیاد شده، مشکلات آدم با هم دیگه. آره حالا من دارم راجع به اصلا حرف میزنم که یه نفر تو خونه نشسته، کاری به ما هم ندارم. الان سلف کیر چیه؟ آره برای کسی که تنهاست، برای کسی که داره با کسی زندگی میکنه. خیلی
چیز این موضوع کووید 19 و کرونا و این چیزا خب خیلی چیز جدیدیه و زمانی که شروع شد من دیدم که خب خیلی وبینار گذاشتن، آدم ها شروع کردن لکچر بدن، حرف بزنن راجع به این قضیه، ولی خیلی به هم ریخته و میدونی برای همه انقدر جدیده، برای روانشناسا هم جدیده. تو میبینی مطالب مختلف از این ور اون ور، یه کسی میگه که برین از خونه بیرون ورزش کنی، یه کسی میگه که به خودتون اجازه بدین که مثلا ریلکس کنین، نتفلیکس نگاه کنین، فیلم نگاه کنین، این چیزا. من همینطور که همه اینا رو نگاه میکردم چند تا نکته بود که به نظرم خوب بود و به دلم نشست. یکیش این بود که میگفتن که از وقتتون سعی کنین، راجع به وقتتون فکر بکنین، از وقتتون سعی بکنین که استفاده بکنین. من همه این حرف رو که میزنم هی میخوام که تاکید بکنم که این دوباره برای این نیست که یه وظیفه به وظایف دیگه‌تون اضافه بشه و استراب بگیرین که همین هم خودش بشه استراب که ای وای من از وقتم استفاده نکردم. من داشتم استراب و همش میگفتم وای من همه کتابایی که گفته بودم میخونم اصلا دای کتاب آرام باز نکردم، هی گذاشتم بغل تختم هی اضافه میشد، ولی این شده بود یه استراب جدید که من اینا نخوندم. دقیقاً. من فکر میکنم خب خیلی ممکنه که توقع نابجا از خودمون زیاد داشته باشیم. فکر کنیم من حالا همه این کتابایی که اینجا، منم الان یه ستون دارم اینجا همونطور که خودت دیدی از کتابایی که نخوندم، همه اینا رو میخونم، نمیدونم همه این کار رو میکنم، صبح پا میشم ورزشام میکنم، میتیشم میکنم، هیچ کدوم از اینا انجام نمیشه. ولی این که یه مثلا یه موقعی با خودتون خلوت بکنین، یه چند تا چیزی که واقعا احساس میکنین که همیشه دوست داشتین انجام بدین، اینا رو بنویسین و بهش فکر بکنین. در طول روز سخته که روز رو کاملا براش برنامه ریزی کرد، مثلا الان بچه ها ممکنه خونه باشن و نظم زندگی آدم به هم ریخته، یه زمانی رو ولی اگر که بشه اختصاص بدیم به کارهایی که مثلا دوست داریم انجام بدیم، حالا خیاطیه یا اینکه نمیدونم رقص، یه چیزی که میدونیم دوست داریم و انجام میدیم، این حس این که تو فکر کنی که یه کاری انجام دادی، احساس پروداکتیو بودن، سازندگی مثلا تولید کرده باشی، از وقت استفاده سازنده کرده باشی، این خب خیلی حس خوبیه. و اگر بتونیم اینو تو ذهنمون نگه داریم و در طول روز یه زمانی بهش اختصاص بدیم، این یکی از روش های سلف کیر، برای اینکه تو نشون دادی که این زمانو رزرو کردی برای تو، به تو اهمیت دادی و برای خودت اون زمان مصرف کردی. و خلاقیت، یه زمانی برای خلاقیت، یه زمانی که یه چیزی باشه که مال توه، به کسی ربطی نداره. دقیقا. یه کسی میگفت که وقتی که خلق میکنی خلاقیت داری یا سازندهی، بیشتر آگاهی پیدا میکنی نسبت به خودت، و وقتی بیشتر آگاهی پیدا میکنی نسبت به خودت بیشتر خلاق میشی. دایره خیلی سالم و خوبی رو به وجود میاره برام. یه چیز دیگه همین مطلبیه که گفتم که ببینیم به چیا فکر میکنیم. اگه نمیتونیم حتی فکرامون رو در اختیار بگیریم، یه موقعی که حواسمون هست ببینیم چه فکرهایی تو کلمون میگذره. حالا من خودم خب با آدم های دیگه در تماسم، خانوادم دورو برا من، برام اینجوری نیست که تنها باشم. البته آدم های تنها هم حتما افکار میاد سراغشون، ببینیم که مثلا این فکر چیه، مثلا دوباره این حرف رو زد، اصلا من رو خورد کرد، یا نمیدونم من تو این کاری که میکنم خوب نیستم، یا همین زمانم رو درست استفاده نمیکنم. این افکار منفی که حالا من حسن میکنم نگم مثبت و منفی، ولی اینجا مجبوریم بگیم افکاری که آدم اذیت میکنه و ما همش بیشتر داریم، بیشترمون واقعا داریم به چیزایی فکر میکنیم که اذیتمون میکنه. آره، افکاری که تو فکرشو بکنی به دیگران نمیگی، به کسایی که دوستشون داری این حرفا رو نمیزنی، ولی به خودت خیلی راحت اینا رو میگی. و در ضمن افکاری که روی موضوع که آزاردهنده است متمرکز میشیم و اینو هی تو ذهنمون میچرخونیم، مثلا اختلافمون با یه نفر، با یه آدم دیگه، شو میکنیم تو سرمون باش دعوا کردن. آره، تو ذهنمون با اون طرف داریم دعوا میکنیم،
شاید جرأتشو نداریم به خود اون شخص این حرفا رو بزنیم، یا حالا میگم مثلا شهامته یا رو درواسیه یا هر چیزی، یا میدونیم که شاید درست نیست، رابطه رو خراب میکنه، ولی تو ذهنمون با اون طرف دعوا میکنیم. شاید بهتر باشه که اینا رو بنویسیم روی کاغذ و بعد پارش کنیم. یا آره، فکر میکنم راحت ترین راهش اینه که این فکرها رو تو ذهنمون نچرخونیم. هر چی میخوای، عصبانیت یا مسائل حتی مثلا چه میدونم فحشه، بنویسی روی تیک کاغذ. ببین من این کارو خیلی کردم. من اون موقع که بلاگ میکردم دوران بیماری، بلاگ مینوشتم و قشنگ فحش میدادم. اصلا مهم نبود که همه مثلا کسی میخونه نمیخونه، قشنگ یعنی فحش میدادم این دکترای فلان فلان فلان. واقعا احساس خالی میشدم، خیلی خالی میشدم. ولی خب ببین، هم که مثلا یه خونه که الان شلوغه، همه تو هم دیگه درد سر دارن، تو سر کله هم دارن میزنن، سخت زندگی، یکی کارش از دست داره، یکی خب این لوکس، این که طرف بشینه یه چیزی بنویسه یا میدونی اینا رو ندارن همه. آدم ها حتی مثلا شاید یه فضایی ندارن که بشینن، یه گوشه ندارن که بشینن برای خودشون، همه رو کله همه. آره، ولی ببین این مهمه، مثلا برای اون آدم هایی که احساس میکنن احتیاج دارن. تو ممکنه که فیزیکلی جای نداشته باشی که بری توی اتاق در رو ببندی رو خودت، ولی همین که کم کم یاد بگیری که من یه تایمی برای خودم احتیاج دارم، یه زمانی. مثلا مادر رو میگن، من اصلا بچه هم مثلا نمیذاره، همش میرم تو کمد از دست بچه قایم میشم، ولی این زمان لازم نیست زیاد باشه، ولی لازمه که باشه زمانه. بعد در زمان لازم نیست که یه جای فیزیکلی جدایی باشه، این باید یه چیزی باشه که مال توه، یه وقتی که مال توه. و میتونه آره، این اصلا خیلی ها میگن که صبح که از خونه میخوای بری بیرون، این یه شیلدی رو دور خودت تصور بکن، یه حباب. آره، مهمه یه تکنیکاییه که یکی از تکنیک بهت گفتم، یکی از بچه هایی که باشون کار میکنم توی مدرسه، یه بچه خیلی تروماتایزده و این تکنیک، من از این تکنیک استفاده کردم براش و خیلی جواب داد. با اینکه فکر نمیکردم 8 سالشه، ولی چون میدونم توی خانواده خیلی ابیوزیو و خاص درست نیست وضعش تو خونه، بهش گفتم که آره یه شیلد درست کن برای خودت، یه حباب درست کن، این میشه حباب شخصی تو. بعد وقت بهش ازش میخواستم که لیست همه چیزای خوبی که میخواد تو حبابش باشه رو بنویسه و هر روز یه دونه بهش اضافه کنه. و آخرش اینجوری شد که چون یه پدر خیلی با پرخاشگری داره و یه روز اومد گفتش که من این شیلدو به مامانم هم یاد دادم و مامانم منو گذاشته تو شیلدش بابش. آره، این خیلی کار میکنه. آره. و بچه ها خیلی کار میکنه، من بچه ها خیلی تصوره دنیای تصویرشون تو یه فانتزیاشون خب بیشتر از ما هست دیگه. آره، کاش یه زمانه ما هم یاد بگیریم از بچه ها که از تخیلمون استفاده بکنیم. خب اینجا که میدونی اینجا یا الان به زمانی که ما بزرگ میشدیم خیلی فرق میکنه. الان تو مدرسه همین بر بچه ها تراپیست میذارن، مایندفولنس بهشون یاد میدن. یکی از چیزای جالبه دیگه، بعد تا قبل از این که بریم سراغ سوژه بعدی، یکی از چیزایی که تازگی ها بهش برخوردم برام جالب بود، باز یه ترم جدیده، چون همه چی داره با زوم انجام میشه، کلاس، نمیدونم، تولد، همه چی با این زوم داره انجام میشه، یه ترم جدیده زوم فتیگم درست کردم. آه چه جالب. آره، و به خصوص توی این دوران قرنطینه که ما همش رو این اکرانامون هستیم. آره، من بعضی وقت خودم حالت تهوع میگیرم واقعا. آره، من خودم احساس دارم خواهید بندازم کنار. آره، اصلا فراموش کنم که، چون اینم خیلی در تنها راه
ارتباط برقرار کردن و از عمرم حالا تهوع میده به آدم واقعا. میدونی چرا؟ یه مقداری مرزا رو از بین برده، باوندری ها که ما میگیم. تو داری آدم های مثلا من سر کار باید صبح ها مثلا زوم میتینگ دارم با آدم های سر کارم، آدم ها رو دعوت میکنم تو خونم، تو حریم خصوصی، تو حریم خصوصی، تو فضایی که همیشه فضای آرامش بوده، فضایی بوده که راحت بودی، گاردا پایین بوده. الان مثلا صبح پاشی با لباس سر کار تو خونه، بعد مثلا تو اتاق خوابت بشینی با مریض صحبت بکنی یا میتینگ داشته باشی، یا حتی با دوستامون. شاید یه زمانی مثلا آدم فکر کنن که خب من زوم که خیلی راحته، میتونم دسترسی بیشتر داشته باشم، خب بس بیشتر معاشرتمون حتی بیشترم میشه، که شاید لازم نباشه. خودی بلکه اصلا اونقدر هم دیگر نمیدیدیم. دقیقا دقیقا. ممکنه آدم مثلا دو ماه یه بار میدیدی، الان هفته یه بار. اولش هم اینطوری بود، اینجا که خیلی اینطوری بود که آدما زوم پارتی میذاشتن و نمیدونم هنوزم میذارم. یکی از نگرانی های دیگه من اینه که این دوران قبل از اینکه این دوران شروع بشه حرف از دیتاکس دیجیتال دیتاکس بود همیشه، الان مثلا دیگه هیچ بحثی از دیجیتال دیتاکس نیست، برای اینکه تنها راهشه. ولی من مطمئنم که بعد از این دوره بیماری های اعتیاد خیلی وحشتناک، یعنی اعتیاد شده نمیدونم زبدر میلیون ها داستان دیجیتال دیتاکس. حالا یکم حاشیه رفتم، خواستم ازت یکم خواهش کنم بیشتر راجع به مایندفولنس بگی و راجع به پایان نامت، تزت دفاعیت برام صحبت کنی، چون اصلا اون خیلی جالبه و کاملا ربط داره به این سوژه‌ای که داریم راجع بهش صحبت کنیم. حتما میشه که این بحث مراقبت از خود من با یه نکته کوچولوی دیگه تموم بشه. بله بله ببخشید، ببخش. من خیلی حاشیه رفتم، ببخشید. آره نه خواهش میکنم. ببین گذاشتم جلو ماه نوشتم نه پر وسط حرف مهمونه، مثلا یادم میره نگاه کنم که نه پر ببخشم جلو. من اولش شروع کردم بگم که من خیلی آدمی هم که دوست دارم فقط گوش بدم و حرف نزنم و اینو، الان احساس کنم دهنم خوش شد از بس حرف زدم. اصولا هم که من جایی برای که الان حرف بزن گوش دادن و تو انجام دادی دیگه، میدی دیگه یه جای دیگه. اینجا که نمیشه بشیم سکوت کنیم با هم دیگه، باید حرف بزنیم. ولی من خیلی حرف زدم، بگو از خب ما به هم که میرسیم اصولا. خلاصه این که نکته آخری که میخواستم بگم که یه چیزیه که من خیلی زیاد دیدم الان این روزا، خبرها. حواسمون باشه، این یه قسمت خیلی بزرگی از سلف کره تو این دوران که دائم این اخبار داره میاد، اخباری که خب معلومه که کار شبکه‌های خبری همینه که اونو بزرگش بکنن به نظر بیاد که خیلی اخبار مهمه که شما بیشتر بشینین گوش بدین. یکی اینه که خب بدونیم حد و مرز داشته باشیم که چقدر میخوایم خبر گوش بدیم. بعضی‌ها میگن 5 دقیقه کافیه، فقط اینکه بدونین سرفصل خبر رو بخونین ببینین داستان چیه. ولی حتی خودمون رو بدونیم چقدر گنجایشش رو داریم، تواناییش رو داریم، و در ضمن که از کجا خبر را میاد. الان خیلی منابع درست، حتما دقت بکنیم ببینیم منابع کجاست. اخبار غلط الان همه میدونیم خیلی زیاده تو این شبکه‌های مختلف، مال سوشال میدیا و این چیزا. بیشترین فیک نیوز الانه، خیلی فیک نیوز تاریخ فکر کنم از زمان انتخابات آمریکا هم بیشتر این داستان فیک نیوز راجع به کرونا دیگه. آره منم فکر میکنم که خیلی زیاده و خیلی آسیب زننده است. حواسمون باشه که اینا از کجا میاد. همین، حالا این مسئله سلف کیر. بریم سراغ بخش مایندفولنس و ذهن آگاهی و تزه تو، تزه دکترای تو، خیلی جالبه، دوست دارم بشنوم. حتما خوشحال میشم. من موامو دارم نگاه میکنم این رو تو ببین وز تر میشه. نه الان ببین، الان یه دو سه دقیقه بهت وقت میدم چون الان این قطع میشه، یک ساعتمون بهت گفتم زود میگذره. من قطعش میکنم دوباره میگیرم تو موهاتو درست کنی و یه آب پرتقال بخور. مرسی، آب پرتقال بخور اونو حتما.
آره.